سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چیز عالی باشه. امروز اومدم یکی از معروف‌ترین بلوارهای شهر تهران، یعنی بلوار کشاورز. توی شهر تهران فضاهای تاریخی و گردشی زیادی وجود داره. یکی از اون خیابونا همین بلوار کشاورزه. این بلوار برای پیاده روی و گذروندن اوقات فراغت انتخاب خیلی خوبیه. بذارید یه سری اطلاعات در مورد این بلوار بهتون بدم. مسیر این بلوار همین جایی که من الان میخوام پیاده روی کنم تا انتها و بعدش هم دور میزنم دوباره به همین جایی که الان هستم برمیگردم، تقریبا طولش 2.5 کیلومتر، یعنی رفت و برگشت من 5 کیلومتر مسافت میبره. در مورد مسیرش هم بخوام بهتون بگم و مکان بلوار کشاورز، باید بهتون بگم که از میدون ولیعصر در شرق آغاز میشه و به خیابون دکتر غریب در غرب ختم میشه. حالا بذارید یه تاریخچه در مورد این بلوار بهتون بگم، مطمئنم خیلی براتون جذابه. در کل نمیدونم اینو اطلاع دارید یا نه، عمر تمام بلوارهای دنیا کمتر از 200 ساله و زمانی ایجاد اونها شروع شده که شهرسازی‌های مدرن هم آغاز شده بود. بلوار کشاورز هم همینطوره. عمر بلوار کشاورز 60 سال هست. این بلوار یکی از اولین بلوارهای ایرانه که در سال 1338 و تو دوره پهلوی اول ساخته شد. تو اون زمان برای ساخت این بلوار 6 میلیون تومان هزینه کردن. اون موقع هم اسمش بلوار کشاورز نبوده. اولین اسمی که این بلوار داشته بلوار الیزابت دوم بوده و بعدها هم به نام بلوار کشاورز تغییر اسم میده. علت نامگذاری خیابون به بلوار کشاورز هم اینه که مجاورش ساختمون پیشین وزارت کشاورزی ایران بود، واسه همینم این بنا و این منطقه رو بهش دیگه میگن بلوار کشاورز. البته اون ساختمون در حال حاضر ساختمون قوه قضاییه هست. دلیل اینکه اسمش هم اوایل الیزابت دوم بود به خاطر دیدار ملکه الیزابت انگلستان با محمد رضا شاه بود. معمار بلوار کشاورز یه فرد ایرانی بود به اسم سرفراز غزنی و جالبه بدونید که حدود 10 سال قبل، یعنی در سال 1391، این بلوار دیگه جزء آثار ملی ایرانه. تو زمانهای گذشته یکی از تفرجگاه های شهر تهران همین بلوار کشاورز بود، طوری که اواخر روز و روزهای تعطیل تعداد زیادی از مردم شهر به این بلوار می اومدن تا اوقات فراغت خودشون رو بگذرونن و تفریح کنن. حالا یه رودم وسط این بلوار هست، یعنی حالت نهر داره که بهش میگن نهر کرج. دلیل نامگذاریش به اسم نهر کرج حالا چیه؟ نهر کرج در واقع رودخونه بود که از رودخونه کرج منشعب میشد، سپس به سمت اراضی بهجت آباد حرکت میکرد و از این اراضی به سمت دارالخلافه تهران هم ادامه پیدا میکرد. آب این نهر هم برای کشاورزی و آب آشامیدنی خونه ها در قدیم استفاده میشد. تا قبل از اینکه تهران لوله کشی بشه این نهر نقش عمده‌ای در تأمین آب تهران داشت. توی اطراف بلوار کشاورز جاهای خاطره انگیز و دیدنی زیادی است. مثلا یکیش پارک لاله. این پارک تا پیش از انقلاب به اسم پارک فرح نامگذاری شده بود، اما بعد از انقلاب به اسم پارک لاله تغییر نام داد که از پارک‌های بزرگ تهران هم حساب میشه. دیگر مکان‌های دیدنی میتونیم به موزه فرش، موزه هنرهای معاصر و مراکز فرهنگی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نام ببریم. تو بلوار کشاورز تهران چند تا رستوران و هتل خاطره انگیز هم مثل رستوران شاندرمن و هتل بلوار وجود دارن که چندین نسل تهرانی‌ها با اون خاطره دارن و هنوزم پرطرفدارن. دیگه من توضیحات کامل رو بهتون دادم، بیشتر از اینم چیزی نمیگم. با هم دیگه این بلوار رو تا انتها قدم میزنیم و بعدش هم از اون لاین برمیگردم. با من همراه باشین.